لکه فساد اداری سال هاست که از چهره افغانستان دور نشده است و ظاهراً با گذشت هر سال این لکه نمایانتر هم می شود. سازمان جهانی شفافیت در گزارش سالانه‌اش باز هم افغانستان را در جایگاه دوم فاسدترین کشورهای جهان شناخته است. حکومت وحدت ملی به تعهدات خود متاسفانه که عمل نکرده و ما از این حالت جداً نگران هستیم و خواهان از این هستیم که حکومت وحدت ملی وقت بسیار زیاد نداره برای از این که با فساد مبارزه بکنه، بنان خواهان از این هستیم که بسیار به شکل جدی سر از این روز کارهای بکنن که اعتماد مردم را به دست بیارن. هرچند کوریای شمالی و سومالیا در فساد اداری از افغانستان پیشی گرفتند، اما افغانستان حتی در میان کشورهای همسایه هم در فساد اداری در بدترین وضعیت به سر می‌برد. علت عقب‌گرد ازی یک علت مهم و اساسی ازی عدم عملکرد حکومت هست. حکومت افغانستان در یک سال گذشته هیچ کار در زمینه مبارزه علیه فساد نکرده. افغانستان از یک دهه بدین سو در فهرست فاسدترین کشورها در میان 176 کشور جهان قرار داشته است و تا اکنون هیچ حکومت نتوانسته است افغانستان را از این ره گذر در مکان مناسب تری قرار بدهد. در عزم و اراده حکومت وحدت ملی در مبارزه قاطع با فساد اداری شک نیست و یک قسمت مسائل مربوط به قوانین و تطبیق قوانین و مقررات است که این کار صورت میگیره. یک قسمت هم در همکاری عمیق بین مؤسسات همکار، بین کشورهای کمک کننده و دولت افغانستان است که در این راستا هم شاهد پیشرفت بودیم. حکومت وحدت ملی نخستین کارش را از مبارزه در برابر فساد اداری آغاز کرد، کاری که کم از کم خوشبینی ها را در میان شهروندان کشور از بهر پیکار جدی حکومت در برابر فساد اداری بالا برد. اما این همه تلاش ها به نتیجه نرسیدند و از افغانستان هنوز هم به حیث یکی از فاسدترین کشورهای جهان یاد می شود. تنها حکومت مسئول مبارزه با فساد اداری در یک کشور بوده نمیتونه. تمام نهادها، مردم افغانستان، جامعه مدنی، سکتورهای مختلف، سکتور خصوصی و حکومت همواره باید دست هم بدهند و به خاطر مبارزه با فساد اداری اقدام بکنند. در کنار جنگ و خشونت، فساد اداری هم به شهروندان کشور زندگی را دشوار ساخته است و در بسیاری از حالتها فرصتهای آموزش، بهداشت و پیشرفتهای صدها هزار شهروند افغانستان را از بین برده است. دنمارک، فنلند و سویدن پاکترین کشورها از رهگذر فساد اداری خوانده شدند.